من و هر انسان و هر فرد مطابق استعداد و توانی که داره زمینه پیشرفت برش میسر شده. شما در جریان هستین که مبارزه که به خاطر دفاع از حقوق بشر یا دفاع از حقوق اساسی انسان در جریان انقلابات که در فرانسه به وقوع پیوست، انقلاباتی که در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست، انقلاباتی که در انگلستان به وقوع پیوست، نتیجهش این بود که بالاخره به حقوق اساسی و طبیعی انسان حرمت گذاشته شود. و زمانی که مذهب از سیاست جدا شد و زمانی که انسان تانستن به طور آزادانه فکر کنه و به طور آزادانه تحقیق و ریسرچ کنه و زمینه یک آزادی مدنی و آزادی سیاسی در این کشورها به وجود آمد، از اینجا پیشرفت و ترقی و آزادی در اینجا نصیب مردم غرب شد و تانستن با عقاید مختلف، با نژادهای مختلف، با رنگهای مختلف به ایس یک انسان با حقوق برابر با هم زندگی کنن و رای پیشرفت و ترقی در کشورهای خود باز بسازن. از این خاطر است که ما پیشنهاد میکنیم و حزب مشروطی ایران به ایس حزبی که از لحاظ اصول مبارزاتی خود به دموکراسی بر پایه اعلامی حقوق بشر معتقد است که ما هم طرفدار عزیزیم که هر قانون اساسی در کشور ما بر پایه قوانین طبیعی و بر پایه حقوق بشر باید استوار باشه. در قانونی که ما پیشنهاد میکنیم به جامعه مقام انسان، شخصیت انسان، شخصیت ملی افراد بالاتر از آیدیزو باشه و آزادی و حیات و پیشرفت و برابری و مای ملک انسان به وسیله قانون حفاظت شوه و به وسیله یک اداره سالم که در اونجا افرادی که در تخصصشان در دموکرات بودنشان تردید نباشه و به قانونی که در کشور ما از طرف مردم ما که حقوق طبیعی و انسانی زنا را تضمین میکنه از طرف حکومتی که به وجود میاد این قانون به صورت درست اجرا شوه. بناهن افغانستان بر نجات افغانستان و کشورهای ما و منطقه ما به یک نظام غیر ایدئولوژیک ضرورت داریم، ما به یک قانون انسانی ضرورت داریم، ما به یک اداره سالم و دموکرات ضرورت داریم تا افغانستان از منجلاب جنگ، نفاق ملی، نفاق و شقاق قومی نجات بده و راه پیشرفت و آزادی و ترقی افغانستان و مردمان در منطقه باز بسازه. آیا سالی مثلا یا فرض بر این است که آقای کارزای باید طرفدار غرب باشند، این چگونه است که پارلمان افغانستان یک افغانی رو به دلیل اینکه از اسلام به مسیحیت گرویده حکم اعدام برش صادر میکنه؟ من خدمت شما باید ارائه کنم که در افغانستان من طوری که در اول تذکر دادم به دوستای خود، در افغانستان در ساختار نظام نیروهای تندرو مذهبی متاسفانه نفوذ کردن و در ارگانهای قضایی و در ارگانهای کشفی افغانستان تانستن خود مسلط بسازن. اونا با سوء استفاده از قوانین اساسی افغانستان حرکت کردن تا آزادی های اجتماعی، سیاسی و مدنی مردم افغانستان سلب کنن و تلاش برای امر ادامه داره تا یک نظام ایدئولوژیک مذهبی را دوباره در افغانستان مستقر بسازن و به این وسیله بتانن منافع نیروهای بنیادگرا را در افغانستان یک بار دیگه مطرح بسازن تا افغانستان دوباره شامل یک بحران جنگ و نفاق و عقب ماندگی شود. البته تشویش و نگرانی جامعه جهانی از یک طرف و تشویش و نگرانی نیروهای طرفدار دموکراسی در داخل افغانستان و طرفدار منافع ملی همی است که آقای کرزی که یک دولت مصلحتی و فاسد متاسفانه در افغانستان به وجود آورد، فاقد یک برنامه درست و فاقد یک پروگرامی که افغانستان از حالت جنگ و صلح ببره، از یک حالت استبدادی به طرف پیشرفت و دموکراسی ببره، متاسفانه فاقد چنین تیم و فاقد چنین برنامه است. از این خاطر آقای کرزی در مقاطع مختلف روی منافع خود و یک گروه بسیار معدودی که بیشتر پولهایی که از طرف غرب بر افغانستان سرازیر شد تا به آدرس اساسی که مردم افغانستان از برسه و این پولهایی که از مالیات مردم ایالات متحده آمریکا و اروپا و غرب
به دست می آمد تا در افغانستان زمینی استقرار سال و پیشرفت و نظام قانون به وجود به دیگر افغانستان به مرکز و نانه های تروریسم و خطر بر جهان تبدیل نشه و بر فعالیت های نیروهای بنیادگرای مذهبی یک نقطه ختم پیدا کنه. متاسفانه با ساختن یک نظام فاسد و مصلحتی که فاقد یک پروگرام و برنامه هست، این پروسه را به خاطر قدرت خواهی و امتیاز طلبی به طرف بحران برد آقای کرزای و گروپش. فعلا حزب ما از تمام روشنفکرای ملی افغانستان، از تمام کسانی که طرفدار نظام قانون و صلح و پیشرفت هستند، تقاضا میکنند که همه متحد شویم، خواه در خارج کشور و خواه در داخل، تا جلوی این بحران ده که در افغانستان نیروهای بنیادگرای مذهبی، نیروهای طرفدار نظام‌های ایدئولوژیک میخواه به مردم افغانستان تحمیل کنه و این حرکتی که از جانب غرب به خاطر حمایت از استقرار صلح و دموکراسی و پیشرفت در افغانستان آغاز شده که نیروهای طرفدار منافع ملی افغانستان و دموکراسی کاملا با حرکتی که قانونمند باشه برای نجات افغانستان توافق داره، نگذارن که پروسه دوباره به شکست مواجه شوه. توطئه‌ها و دسایسی سکله ای پروگرام که ملل متحد و غرب بر افغانستان آغاز کرده، تالانه های تروریستی و نیروهای بنیادگرای مذهبی که آزادی های اجتماعی و سیاسی و قانونی مردم نقص میکنن جلوزی گرفته شوه، این توطئه ها افشا شوه، یک اتحاد قانونمند پیشنهاد میکنه حزب ما به جامعه جهانی که این اتحاد قانونمند ما با نیروهای مدافع دموکراسی و مدافع حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا، در اروپا و سایر کشورهای دنیا متحدانه عمل کنیم، آکزا در منطقه تلاش صورت بگیره که نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر با هم متحد شوند و جلوی بحران را که نیروهای فناتیک مذهبی و نیروهای طرفدار نظام‌های ایدئولوژیک به وجود آمده، به این بحران یک نقطه به حساب ختمه به وجود بیاریم و بالای این پروبلم ها غلبه حاصل کنیم. اما طوری که نیروهای طرفدار نظام‌های ایدئولوژیک و فناتیک در منطقه و افغانستان متحدانه عمل میکنن، برای همه نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر ضرورت است که با متحدین خود یک جا در برابر نظام های ایدئولوژیک و فناتیک متحد شوند، توطئه ها و دسایس سازمان ها را افشا کنند، در اتحاد با مردم و اتحاد قانونمند با جامعه جهانی زمینه استقرار صلح، پیشرفت و یک نظام غیر ایدئولوژیک در کشور ما مساعد بسازند. بینندگان گرامی، گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد اسحاق‌زاده، رئیس حزب لیبرال دموکرات های افغانستان. آقای اسحاق‌زاده نه تنها به عنوان یک سخنور و یک سخنگوی حزب صحبت میکنن و رئیسش، فعالیت های زیادی رو در چهارچوب این برنامه ها در اروپا دنبال میکنن. ملاقات های زیادی با پارلمان اروپا، با اعضای پارلمان انگلیس و دیگر سران اروپا. بهتر آقای اسحاق‌زاده، شما یه مقداری اصلا خودتون راجع به فعالیتاتون صحبت کنید. که حزب چه میکنه، چه ملاقات هایی داشتین؟ تشکر آقای فراخوانی. حزب ما البته زمانی که در افغانستان بعد از کودتاهایی که شما گفتین، کودتاهای خونینی که در افغانستان بوده و نظام های ایدئولوژیک به وجود آمد و حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک مردم مورد حمله قرار گرفت، حزب لیبرال دموکرات افغانستان به خاطر به وجود آمدن یک نظام مبتنی بر قانون و دموکراسی و برای یک این عکسای نشستای شماست، درسته؟ بله، این کنفرانس هایی است که در این کنفرانس های حزب نیروهای مدافع دموکراسی از پارلمان بلژیک و از کشورهای اروپایی، البته یک تعداد از دانشمندان، پروفسوران و دکتران از کشورهای مختلف اروپایی، ایالات متحده آمریکا اشتراک داشتند و تلاش کردن اتحاد خود به جهان به مردمان کشور خود نشان بدن که نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر و نظام قانون اکنون متحد هستند و می خواهند که نظام های ایدئولوژیک در کشورهای خود دفع کنند و راه آزادی را برای مردمان خود و برای افغان ها و کشور و مردمان منطقه باز بسازند. البته حزب ما تلاش کرده که از ابتدا جنایاتی که از جانب نیروهای جنگ طلب
و ناقضین حقوق بشر و نظامای های ایدئولوژیک در افغانستان به وجود آمده، چی ابتدا نیروهای چپ افراطی و چی بعدن تنظیم ها و نیروهایی را که بسیار به شکل خشن و وحشتناک حقوق بشر را نقض کردن، که عبارتن از یک تعداد تنظیم های جهادی بود در داخل افغانستان که با سوء استفاده اینا به ویرانی افغانستان، ویرانی مکاتب و نهادهای اجتماعی و مدنی و سیاسی افغانستان پرداختن، و بعد یک نظام بسیار وحشتناک به وسیله نیروهای طالبا و حمایت القاعده و کشورهای فناتیک منطقه به وجود آمد. حزب لیبرال دموکرات افغانستان پیوسته تلاش کرد که جنایت ها و این ناقضین حقوق بشر به مردم افغانستان به جهان افشا کنه و مبارزه کنه تا زمینه استقرار صلح به افغانستان مساعد شود، زمینه مساعد شود تا مردم افغانستان به حق طبیعی خود که عبارتن از تامین حقوق سیاسی شان است که خود به اراده خود نظام سیاسی را یا دولت افغانستان در نتیجه اگر انتخابات به وجود بیارن مبارزه میکنه، و هاکذا حزب ما تلاش داره تا در افغانستان یک قانون انسانی، یک قانونی که تمام شهروندان افغانستان دارای حقوق برابر باشند و یک فرصت برابر برای همه مردم افغانستان به وجود بیاید، که به هر اندازه که توان دارند، به هر اندازه که استعداد دارند، اونا در افغانستان زمینه داشته باشند که رشد کنند، و هیچ قانون مانع رشد و استعداد مردم در افغانستان نشه. با رشد استعداد و با رشد ثروت ما میتونیم کسانی را که از این پروسه عقب ماندن برای یک زندگی بهتر برای اونا از طرف دولت و سیستم درست سیاسی پیش بینی شوه، و هر چی بیشتر با رشد ثروت شکاف طبقاتی در جامعه از بین بره و افغانستان در راه پیشرفت و سعادت مردم قدم بگذاره. بناهن حزب ما همپا با تمام اعضابی که در منطقه از جمله حزب مشروطی ایران که اعتقاد داره به نظام قانون، اعتقاد داره به حقوق بشر، اعتقاد داره به دموکراسی، به حیث متحد قانونمند در منطقه مبارزه میکنه تا متحدین خود در منطقه و در جهان پیدا کنه و مشترکاً به همراه نظام های دیکتاتوری که حقوق بشر را نقض میکنن و به حقوق طبیعی و انسانی شهروندان کشورهای ما تعرض میکنن، از یک طرف جلوگیری به عمل بیاید و از جانب دیگر مردم بتانه در آینده در پناه یک قانون انسانی و به وسیله یک دولت دموکراتیک راه پیشرفت و آزادی خود باز بسازن. آیه سانزایی، در یک خبری که دو روز پیش میخوندم نوشته شده بود که یک سوم اسلحه هایی که امریکایی ها به افغانستان دادن گم شده. چگونه است در دولت طرفدار غرب یا در دولتی که به اصطلاح زیر حمایت امریکایی ها به وجود اومده یک سوم کمک ها از بین رفته؟ کجا رفته؟ تشکر آقای فراخوانی. ما باید خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما عرض کنم که از آغاز ما تذکر دادم خدمت شما که در ساختار این نظام متاسفانه یک تعداد نیروهایی که اعتقاد به صلح و دموکراسی و حقوق بشر نداشتند و یک تعداد افرادی که اونا یک ساختار بسیار مغلق و پیچیده مافیایی را به افغانستان ایجاد کردند و در افغانستان تقریبا یک نظام فاسد و مصلحتی مسلط شده متاسفانه، و مجموعی کمک‌هایی که از جانب جامعه جهانی به افغانستان صورت پذیرفته بدبختانه به جیب کسایی افتاده که اونا از این کمک‌ها در برابر دموکراسی و حقوق بشر و حتی در برابر غرب از او استفاده میکنن. امروز در افغانستان به کسان متاسفانه چانس داده شده که هیچ اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر و منافع ملی افغانستان ندارن. بناهن اینا از این پول‌ها برای تحکیم مواضع خود در ماندن به قدرت در افغانستان استفاده میکنن، برای از اینکه از ابتدا اینا تلاش کردن که با هر نوع نیرنگ و با هر نوع فشار خود در سیستم سیاسی افغانستان داخل بسازن و به این وسیله بتانند در ابتدا اول خود دوست بسیار نزدیک غرب و مدافع منافع ملی و صلح هراه کنن، ولی بعد از او که نار قدرت رسیدن نه تنها از پول فراوانی که به مردم افغانستان کمک صورت گرفت سوء استفاده کردن، بلکه مجموعا تلاش کردن که موجودیت
غرب و حمایت و کمک‌های غرب به افغانستان زیر سوال ببرند و تحریکات مذهبی و بیشتر هم تحریکات ناسیونالیستی را علی حرکت به سوی دموکراسی و پیشرفت به افغانستان و یا تصامیمی که غرب در افغانستان داشت که صلح مستقر شوه و حقوق بشر رعایت شوه این پروسه را سپوتاژ کنند و با مسلط شدن اینها در قدرت زمینه‌های فراوانی برای سوء استفاده در مقابل منافع مردم افغانستان به وجود آمد. جواب سازی به انتهای وقت میرسیم. شما به عنوان پیامتون برای دوستان، یاران و مردم افغانستان چه خواهید گفت؟ ما بایسه عضو حزب لیبرال دموکرات افغانستان یا مسئول حزب دموکرات های آزادی خواه افغانستان، پیام ما به مردم افغانستان به خصوص به روشن فکرهای ملی افغانستان است که همه باید متحد شویم. مردم افغانستان در یک شرایط بسیار دردناک و وحشتناک قرار داره. یک بار دیگه نیروهای بنیادگرا و فناتیک از این فرصت استفاده کردن، هم در نیروهای اپوزیسیونی که همیال مسلحانه می جنگن و بر مردم افغانستان یک جنگ بسیار وحشتناک تعمیل کردن و هم یک دستگاه فاسد دولتی که در نتیجه اشتباهاتی که در آغاز صورت گرفت به وجود آمده، یعنی مردم افغانستان در یک لحظه بسیار دشوار و تاریخی قرار دارن. خوشبختانه در اواخر جامعه جهانی ملتفت از این امر شده که دستگاه موجود در افغانستان توان مقابله علی تروریسم و مقابله علی نیروهای بنیادگرا را نداره و خود هیچ اعتقاد به دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تامین منافع ملی کشور ما نداره. ما از تمام نیروهای طرفدار دموکراسی و منافع ملی افغانستان تقاضا میکنیم که متحد شویم، توطئه‌ها و دسایس را که از طرف یک بخش از این ساختار مافیایی در افغانستان به وجود آمده افشا کنیم، در یک اتحاد قانونمند مبارزه خود با جامعه جهانی که مدافع دموکراسی و حقوق بشر است برای استقرار صلح و به وجود آمدن نظام مبتنی بر قانون و دموکراسی انجام بدیم. هاکذا از متحدین منطقوی خود، از آنهایی که مدافع دموکراسی هستند، از حزب مشروطه و سایر اعضا به منطقه که میخواهند نظامهای قانون به وجود بیاید و رعایت بشر در کشورهایشان به وجود بیاید و آنکه از جامعه جهانی، از پارلمان اروپا، از سنای امریکا، آنهایی که میل از این دارند که دیگر افغانستان به لانه‌های تروریسم و بنیادگرایی و خطر برای شهروندان افغانستان و شهروندان غرب تبدیل نشه، همه متحدانه تلاش کنند که یک ساختار قابل قبول برای مردم افغانستان، یک نظام مبتنی بر قانون و دموکراسی به وجود بیاید تا به بحران کشور ما و منطقه خاتمه پیدا کنه. از اتون بسیار بسیار متشکرم. خواهش میکنم. ممنون شما. تشکر. در ادامه برنامه با ما باشید. بله بینندگان گرامی، صحبتی بود که با آقای محمد اسحاق‌زاده داشتیم. اما نهضت ما هستیم فردا یک شنبه در هتل مریوت لس آنجلس برنامه ای را با تابلوی ما هستیم، تابلوی بسیار بزرگی که تاریخ ایران را به تصویر درآورده است، برگزار خواهد کرد. در روز پنجشنبه گذشته نیز تهران شاهد تظاهرات نان می‌خواهیم، یعنی تظاهراتی که به ملت ایران، ملت به پا خواسته ایران به فریاد و به ندای ما هستیم در تجمع کردند در مقابل نانواری ها و فریاد ما هستیم، شاید هم گرسنه هستیم و نان میخواهیم را سر دادند. نهضت ما هستیم میرود تا در ایران به یک نهضت همگیر و یک نهضت پویا تبدیل شود، زیرا که در نهضت ما هستیم مسئله عقیده سیاسی، عقیده مذهبی، گرایش سیاسی، گرایش مذهبی، جنسی هیچ کدام مسئله ای نیست و شما عضو هیچ سازمان و دسته ای نیستید جز ملت ایران. به فیلم هایی در این تظاهرات ها در تهران نگاه میکنیم.
مقابل نانوایی های تهران گرفته شده است که مردم تجمع کردن و در شرایط فعلی رژیم نمی داند که با مردمی که فریاد ما هستیم می زنند چه بکنند. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. بله بینندگان گرامی، فریادی بود از مردم ایران در نهضت ما هستیم، نهضتی که می رود تا ایران را یک صدا به سوی آزادی ببرد. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. با گرامی داشته یاد یارمان کوروش احمدی به همراه آقای محمد ساغزایی رئیس حزب دموکرات های افغانستان، به همراه آقای دیاگو، آقای احمد و آقای رضا، همه شما را به خدای ایران، به خدای یکتا، به خدایی که جز عشق چیزی در قلب انسان بشر ندارد و همه را دوست می‌دارد، قتل قاتل و هیچ کس را مأمور قتل دیگری نکرده است می‌سپاریم. به یاد داشته باشید که در راهی در پیش داریم پیروزی از آن ماست. دیدار جاودانه، تابلوی ما هستیم، یک شنبه 22 فوریه ساعت 11 صبح، هتل ماریوت، وودلند هیلز. GLVs چرا ساکت، چرا تنها، هر کدوم یه جا نشستی، اینو باید بدونیم، هر جا باشیم این